سلام علیکم. سلام، وقتتون بخیر. ما برگشتیم با ادامه ماجرای آشنایی و مهاجرت به ترکیه. مهاجرت به ترکیه. توی قسمت قبل تا اونجای تعریف کردیم که خب ما رفتیم خونه گلابلا و یک ماه اونجا بودیم و کارمون انجام دادیم تا اینکه بتونیم حقوقمون رو بگیریم و اجاره رو پرداخت کنیم، آب و برق رو پرداخت کنیم و برگردیم سر خونه زندگی خودمون. این اتفاق خیلی طولانی نشد، یعنی کاروبارمون خوب شد و تونستیم کار بکنیم، اجاره رو پرداخت کردیم و آب و برق و گازش هم، گاز که نداشتیم، آب و برق رو وصل کردیم و برگشتیم سر خونه زندگی خودمون. زندگی به صورت نرمال شروع کرد به ادامه پیدا کرده. زندگی خوبی بود، گفتم بهتون حتما یادآوری میکنم که چه اتفاقاتی اونجا برامون افتاد و ما چه چیزایی یاد گرفتیم. همراه ما باشید تا این چیزها رو بهتون بگیم. آقا ما زندگیمون رو داشتیم ادامه میدادیم توی اون خونه که خب به طبع مشکلاتی مثل شبیه به مشکلات ما برای دوستانمون هم توی دوستان که همکارانمون هم توی ترکیه اتفاق میفتاد و تقریبا میتونم بگم که خونه ما شده بود مأمن امنی برای همه بچه هایی که اونجا کار میکردن و مشکلات داشتن. یه سری ها بودن که خب به صورت گروهی خونه گرفته بودن، همخونه هاشون اذیت کرده بودن، نمیدونم از خونه بیرونشون کرده بودن. یه سری ها بودن که با صاحبخونه مشکل داشتن، صاحبخونه بیرونشون کرده بود و از این قبیل اتفاقا. به خاطر همین بود که دیگه هر کسی که به مشکل میخورد ما خودمون داوطلبانه بهش میرفتیم و میگفتیم که بیا و یه مدتی تا خونت به آرامش برسه، تا بتونی یه بودجه‌ای رو تأمین کنی برای گرفتن خونه، تو خونه ما زندگی کن. خب دمشون هم گرم بچه ها، حتی اکثر زمانی که توی خونه های ما بودن نهایتا 20 روز یک ماه بود، خیلی طولانی نبود. خودش هم خیلی طولانی بوده، 20 روز یک ماه. خب نه، طولانی ترینشون بود، به چشم ما نمیومد چون که خب ما خودمون درد کشیده بودیم و میدونستیم که اگر مثلا صابخونه جوابت کنه یا مثلا بیکار باشی، پول نداشته باشی، نتونی اجاره خونه پرداخت کنی، تو چه شرایطی قرار میگی؟ اینو با پوست و استخون و جون و چی میگن دیگه، با تمام وجودمون درد میکردیم و سعی میکردیم که مثلا به بچه ها کمک کنیم. اکثرا هم بچه هایی بودن که سن و سالشون کم بود و در واقع مثلا سن و سالی که کمی که میگم 22-23 ساله هم سن بهار بودن. آره، هم سن و ساله با بزرگشون هم بودن. میگن که تو به خودت گفتی بچه و اینا، بچه اصلا به سن و سال نیستش، یعنی یه مرد 40 ساله، یه خانم 40 ساله هم میتونه بچه باشه، کم سن و سال به نظر بیاد، یعنی نسبت به تجربیات منظورمه. برحال تازه وارد بودن و مثل ما دیگه خطاهایی داشتن و یه سری اتفاقا براشون افتاد. ما سعی میکنیم اینا رو زیر پر و بالشون رو بگیریم، همونطور که یه سری آدم ها میومدن تو زندگی ما زیر پر و بال ما رو میگرفتن و تا به امروز هم ادامه داره. همچنان هم ادامه داره. این برکتش در چرخش هستش همیشه توی زندگی ما، به خاطر همین ما هم سعی میکنیم که توی گردش نگهش داریم. و یکی از مسائلی هم که به چشممون نمیومد به خاطر این بود که همش ما سر کار بودیم، یعنی هیچ کسی از ما، مثلا 3-4 نفری که تو خونه زندگی میکرد، هیچ کسی با هم دیگه کنتاکتی نداشت، همدیگر رو نمیدید. یا من تو ترانسفر بودم یا اون تو ترانسفر بود، یا بهار با من توی تور بود، با هم دیگه بیرون بودیم، یعنی خونه خالی بود، ارزشی نداشت که آدم بیاد و دارایی هاش رو بگی که نه صرفا مال منه و من نمیتونیم به کسی کمک کنیم. این چیز رو ما به هر حال از بچه های استانبول یاد گرفتیم و همچنان هم ادامه میدیم و خدا رو شکر که بازتابش هم توی زندگی خودمون همیشه بوده. آها، گذشت و زندگی رو روال افتاد و همچنان داشتیم پیش میرفتیم. دیگه به واسطه اجباری که شده بود که بهار بره خونه گلابلا زندگی کنه، دیگه بهار یکی از یاران و مونسان گربه های آخه یه بار خواب بودم، بعد از ترانسفر اومده بودم، خیلی خسته بودم، تو اوج خوابم احساس کردم که شکم من داره میلرزه، یه ویبره خیلی مثل گوشی، حتی قوی تر از گوشی روی شکم منه و داره میلرزه. با ترس از خواب پریدم، دیدم که من اینجوری یو شکل خوابیده بودم، اینجا کنار شکمم منظورمه،
از ها پریدم نیویورک هم دیدم که یکی از گربه ها اینجوری چمپاته زده. چمپاته چیه؟ چمبره. چمبره نمیدونم. حالا چمبره اینجوری که میشه. آره اینجوری چسبیده تو شکم من و داره اینجوری قرقر میکنه. و ترسیدم پاشدم بودو بودو پله ها رفتم پایین، گفتم که گلابلو یکی از گربه ها اومده اینجوری کرده و اینا. خندید گفتش که بهار من اونجا اینو یاد گرفتم و متوجه شدم. گفتش که میدونست اسمم گربه منجوق بود. گفتش که منجوق عاشق تو شده. گفتم یعنی چی؟ گربه ها عاشق میشن. من نمیدونستم. و گفتش که وقتی که تو میری سر کار، گربه خیلی اکتیو و فعالی بود بین جمع اون گربه ها. گفتش که وقتی تو میری سر کار میاد میشینه پشت در، تکون نمیخوره، آب نمیخوره، غذا نمیخوره تا تو بیای. بعد که تو میای این حالش خوب میشه، شروع میکنه شیطونی کردن و اینا. وقتی که میری بالا در رو میبندی که مثلا استراحت کنی، این دوباره میاد بالا پشت در میمونه، میشینه که مثلا تا تو دوباره بیدارش بیاد باد پایین و اینا. که اون روز مثلا برس به اتفاق در اونجا باز مونده بوده، خودش رو رسونده بوده به من. و وقتی فهمیدم که گربه ها اینقدر احساس دارن و میتونن عاشق بشن، گفتم چرا من عاشقشون نشم، چرا من باشون کانکت نشم. و از همونجا دیگه با گربه ها دوست شدم و به هیچ عنوان دیگه از گربه نمیترسیدم تا به همین الان. هیچ مشکلی با گربه ها ندارم. این یکی از تغییرات مهم من توی مهاجرت بود. و توی ویدیوهای اولیه تعریف کردم که من خیلی تغییر کردم، مثلا به واسطه بیپول شدنمون و مجبور شدن توی خونه گلابلا، چون که خب به هر حال خونه نامرتب و کثیفی داشت و بهداشت اصلا خط قرمز این آدم بود. بهداشت نو خط قرمزش بود اصلا. و خب تو نمیتونستی اصلا صبح که میخوای بری سر کار، وقتی پامیشی میبینی اون همه عشق و محبت نسبت به تو داره، یه سینیه به چه بزرگی برای تو صبحانه آماده کرده، تو چون میدونی کثیف کاری کرده، بگی که نه نمیخورم. من آدمی نیستم که مثلا بتونم در برابر این محبت طرف مقابل بگم که نه نمیخورم و بددل باشم، در صورتی که خیلی هم آدم بددلی هم تو اینجور چیزا. ولی اونجا مقاومت میکردم، گفتم که اصلا فراموش کن که روش کارش رو میدونی چیه و بخور و ازش لذت ببر و ازش تشکر کن، قدردان تک تک لحظه های زندگیت باش. میتونست این آدم نباشه، این شرایط نباشه و الان توی جای خیلی بد و سرد زندگی کنی، قدردان باش. و همین کار رو هم میکردم. به واسطه اینا من یعنی تغییر کرده بودم و تصمیم گرفته بودم که دیگه مثلا هر خونه جدیدی که میریم از ظرف و کاسه هایی که توی اون خونه هست استفاده بکنم و دیگه بدل نباشم. و این یکی دیگه از تغییرات من بود و کلن ساخته شدم توی تمام این. آره آدم فکر میکنه که در مورد مثلا یه دونه گربه است، ولی غلبه بر ترس های زندگی دیگه. یعنی تمام اتفاقاتی که میفته تو به تک تک ترس های زندگیت داری غلبه میکنی. آی نمیتونم، تاریکی تو جنگل، تاریکی جنگل رو دیدیم که چه آرامشی داشت، چه خاصی بود. ترس از آب، من که فلان کار رو کردم از آب بترسم، میای با آب هم غلبه میکنی و و و همه این اتفاقاتی که به ترتیب توی مهاجرت برات اتفاق میفته و جزو لاینفک مهاجرت هستش. کسی بگی که نه من تو زندگی می همچین اتفاقی نیفتاده، به شکلهای دیگه ای 100% افتاده و 100% به ترس هاتون غلبه کردید به هر نحوه ممکن. به هر حال این روزها خوب و خوش داشت سپری می شد، تا اینکه یک روز بعد از 7 ماه یک نفر به سمن زنگ زد، از کلانتری بود و گفتش که شما یکی از مستاجرای اون ساختمونه که پلم شده هستید و ما تصمیم گرفتیم که در خونه رو برای یه ساعتی رو اعلام کردم، حالا ساعت دقیقش رو یادم نمیاد، مثلا ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر شما فرصت دارید بیایید وسیلهاتون رو جمع کنید. مثلا گفتش که خب در مورد پول پیش و همه حالا هزینه‌ای که کردیم اینا، گفتم هیچ کدوم به ما هیچ ارتباطی نداره، شما میتونید اون ایرانی رو پیدا کنید از خودش طلب کنید، دست ما چیزی نیست، فقط تنها کاری که ما میتونیم برای شما بکنیم اینه که در خونه رو باز کنیم، وسیلهاتون رو بردارید. و تایم محدوده، چون که مأمور دولت قراره اونجا باشه و اینا هم تایم دارن و اینا. گفتیم اوکی.
چون بچه ها دوستامون هم زبان ترکی بلد نبودن، از ما خواسته بودن که ما به اونا هم اطلاع بدیم که بیان وسیله هاشون رو بردن. و چون بچه ها توی کشتی کار میکردن اون روز نمیتونستن مرخصی بگیرن، کشتی یه جوریه که تو اصلا امکان مرخصی گرفتن نداری، و بچه ها از ما خواستن که ما وسیله های اونا رو هم جمع کنیم. یعنی یه ساعت تایم داریم، هم باید وسیله های خودمون رو جمع کنیم، هم وسیله های بچه ها رو، یعنی دوستامون رو. به هر حال ولی ما خوشحال بودیم که خب وسیله هامون رو داریم پس میگیریم دیگه، لباس هامون برمیگرده به همون. رفتیم اونجا، وارد شدیم، دیدیم که برای مثلا هر واحد در 3-4 تا مأمور گذاشتن و مالک اصلی که خیلی آدم گردن کلفت و مثل اینکه خیلی مشهورم بود توی کشور ترکیه، همون آقا وکیله، آره، اونم اونجا بود و یه جوری مثلا به سر تا پای ما نگاه میکرد که یه جوری بد دیگه، یه جوری کاملا بد که آدم یه حس بدی بهش دست میده، مثلا انگار که من خلافی کردم، در صورتی که من که کاری نکردم، خلاف اصلی رو یکی دیگه کرده بود و فرار کرده بود. من هم مثل اون وکیله، مثل اون صابخونه تو دام یه شیطان قرار گرفتم، همین، من هیچ کاره بودم. خلاصه که رفتیم سراغ وسیله هامون، وارد خونه که شدیم، چون 7 ماه در اون خونه بسته بود، وارد خونه که شدیم بوی تعفن قشنگ، انگار که چون خب برق ساختمونم قطع کرده بودن، توی یخچال گوشت و مرغ و اینجور چیزا بود دیگه، توی تمام واحدا تمام اینا گندیده بود و قشنگ اینگار که جنازه توی اون خونه برای 7 ماه مونده، یه همچی بوی بد وحشتناکی میزد توی صورتت. و ظرف غذای من که اون روز داشتم غذا میخوردم روی میز مونده بود، کپک زده بود، اصلا یه همچین شدت کپک، دقیقا تو عمرم نیده بودم، اینقدر پف کرده بود اون بشقابا، کرم انداخته بود، اصلا یه چیز وحشتناکی. و توی تمام اون شرایط بعد ما مجبور بودیم تون تون وسیله هامون رو جمع کنیم. رفتیم سراغ لباسامون، اولین چیزی که به چشممون اومد سند 2 تا کاپشن خیلی خوب گرون قیمت داشت که داده بودیم اتوشویی و پکیج شده بود، بسته بندی شده بود، نگه داشته بودیم برای زمستون دیگه که استفاده بکنیم تمیز باشه. رفتیم سراغ کمد لباس سند، اولین چیزی که به چشممون اومد دیدیم که 2 تا کاپشن ها نیست، دو تا کاپشنی که برای ما خیلی با ارزش بود، اصلا فصلش هم بود دیگه، دیگه تو زمستون هم بودیم و لازم داشتم، به درد کی خورده بود کدوم یکی از اینا، مثلا گشنه 2 تا دونه کاپشن بود، نمیدونم، همون وکیله نمیدونم، چون کاپشن های واقعا خیلی خوبی بود. خلاصه این دو تا کاپشن رو برداشته بودم و سهن گفتش که کاپشن های من نیست، که اینا بهشون برخورد، گفتن که ما الان با شما وارد این خونه شدیم و ما نمیدونیم و اینا، مثلا تهمت نزنید بهمون، در صورتی که شاید زودتر از ما اومده بودن اونجا. به هر حال یعنی چیز گرون قیمت با ارزش چیزی نبود، ولی خب به هر حال چششون گرفته و برداشتن دیگه. خلاصه تنها چیزی که از وسیله ما کم شد همین دو تا کاپشن بود. رفتیم سراغ ظرف و کاسه ها، من داشتم رو تختی رو برمیداشتم، ظرف و کاسه ها رو برمیداشتم، یه دفعه وکیل اومد بالا سرم گفتش که دست به اینا نزن، اینا برای منه. گفتم اینا رو ما خریدیم، سرم بیا بهش بگو اینا مال خودمونه، نمیدونم اینا رو از خلا مغازه گرفتم. گفت نه، اینا تمامش برای خونه است، هیچ ظرف و کاسه شما اجازه ندارید از این تو خونه بردارید ببرید، در صورتی که خونه هیچی نداشت، یعنی یه قاشق شنگال هم نداشت، من همه چی رو کامل خودم خریده بودم، اجازه نداد. ولی یه ظرف سالاد خوری خیلی خوشگل شیک داشتم، چشم خیلی دنبال اون بود و توش سالاد بود، کپکم زده بود. مثلا گفتم سهن از هر چی که بگذرم از این ظرف نمیتونم بگذرم، خیلی دلم میخواد. همینجوری که داشتم بهش میگفتم سهن در کوله پوشی رو باز کرد، ظرف سالاد رو انداخت با همون کپک، انداختش تو کوله پوشی، درش رو بست، گویلم ظرف سالاده دیگه چی دوست داری؟ خورد خورد هر ظرفی که یادم میمد که خیلی برام با ارزش بود و دوستش داشتم، اینجوری یه میچپوندیم توی این کوله پوستیه، رو تختی و بالش و اینا هم اجازه نداد بردیم، گفت فقط لباساتونو. لباسامون رو بدو بدو جمع کردیم، هی هم یه نفر وایساد و بالا سرمون تایم گرفته بود، میگه 20 دقیقه دیگه وقت دارید، 19 دقیقه دیگه وقت دارید، دقیقاً یه مثل مسابقه محله آره. بود برامون. بابا اجازه بده، من 7 ماه زندگیم رو هوا بوده، بذار ببینم چی بردارم چی بر ندارم، من منگم، من نمیدونم الان. خدا نگذره ازشون، خیلی سختمون بود، یعنی هم اون 7 ماه الان با خنده تعریف میشه، ولی پر از درد بود توی لحظه. یعنی شما بعد 7 ماه باید
به سرعت یاداوری بشه بهتون که چیا توی این خونه گذاشتید و اومدید بیرون، و توی اون سرعت باید اون وسایلتون رو جمع کنید. بعد از اینکه اومدید بیرون دیگه اون خونه مال شما نیست و اون وسایل هم مال شما نیست. خیلی عذاب آوره، یعنی واقعا خدا ازشون نگذره، چه از طرف ترکش چه از طرف ایرانیش. به هر حال این سرنوشتی بود که بلایی بود که سر ما آوردن، یعنی سرنوشت ما این نبود، بلایی بود که سر ما آوردن و این سختی ها رو ما خیلی کشیدیم، خیلی درد داشت برامون اون اتفاقا. ولی به هر حال تایم داشت تمام میشد، ما بودو بودو داشتیم وسیله ها رو جمع میکردیم که دفعه سرم گفتم ول کن دیگه، هر چی بود و نبود در توانمون بود رو جمع کردیم بریم سراغ خونه بچه ها ببینیم اونجا میتونیم چیکار بکنیم. بچه ها یه دونه جارو برقی از ایران آورده بودن که اون خیلی براشون مهم بود که مثلا حتما جارو برقی هم برداریم. بعد ظرف و کاسه هاشون خیلی هاشو از ایران اونا آورده بودن که مثلا گفتن حتما این یادتون نره بردارید اونو یادتون نره و اینا. رفتیم تو خونه اونا، ماموری که پایین بود اونم گفتش که فقط لباس میتونید بردارید، ظرف و کاسه های همش برای اونا. بعد من گفتم که جارو برقی رو حتما برداریم چون خیلی خیلی تاکید داشتن روی جارو برقی، گفتم جارو برقی رو حتما برداریم. رفتیم سراغ جارو برقی، دوباره صابخونه سر کلش پیدا شد، گفت نه این برای خونه است، بهتون گفتم دست نزنید. گفتم بابا روش نوشته پارس خزر. نه خوب بابا پارس خزر ترکیه چه غلطی میکنه، این برای توه. این گفت نه این برای ماه. بعد گفتم بسن تو رو خدا بهش بگنه روش فارسی نوشته، تو میتونی بخونی. گفت نه اینا مال خودمونه، اینا رو همه داشتیم. گفتیم جهیزی ننم بوده اصلا، عطاش به لقاش مال تو. ما رفتیم وسیله ها رو جمع کردیم، از خونه زدیم بیرون و برگشتیم سر خونه زندگی خودمون. گذشت و چند روز بعدش ما حالا باز خوشحال بودیم سر اینکه وسیله هامون رو برداشتیم. چند روز بعدش واحد پایین خونه گلابلا، یعنی تو همون ساختمونی که خودمون زندگی میکردیم، طبقه پایینی خالی شد رفت. من داشتم از میرفتم بیرون، دیدم در واحد بازه و علی بابا توی اون واحده. سلام کردم تو وای، سلام علیک کردم و اینا، گفتم که این رفته. گفتش که آره خونه خالیه، اگه بخوای میتونی خونه رو ببینی. منم کنجکاو شدم، رفتم توی خونه این ونور نگاه کردم، دیدم خدای من طبقه پایین با طبقه بالا زمین تا آسمون فرق میکنه، نقشش نمیدونم تمیزیش همه چیزش. بذارید براتون تعریف کنم که چه شکلی بود. اینجوری از در واحد که وارد میشدی یه دونه اتاق نشیمنگاه داشت سمت چپ، نشیمن اتاق نشیمن. آره یه نفر بهمون گفت که اون نشیمنگاه یه چیز دیگه است که تو میگی، بله میدونی یه چیز دیگه است. خلاصه این طرف سمت چپ یه پنجره یه نیمه قدی داشتی، مثلا یه تاخچه انقدی داشت که میتونستی قشنگ بشینی کنار پنجره و ساعت‌ها توی کوچه رو نگاه کنی، رفت و آمدا رو ببینی، چیزی که من خیلی علاقه‌مندم بهش، چیزی که خود ترکان خیلی علاقه‌مند، خیلی دوست دارم این کار. خیلی بعد جلوی پنجرهش هم پر از گلدون بود که از بیرون گذاشته بودن، یه فضای سرسبز خوشگل درست کرده بودن. سمت راست یه راهرو بود که سمت چپش اتاق خوابی بود که در نداشت و پرده داشت، و انتهای خونه هم آشپزخونه بود با یه پنجره بزرگ رو به یه حیاط سرسبز خوشگل، فوق‌العاده قشنگ بود حیاطه. و اون خونه دل منو برد، گفتم علی بابا من میخوام جا به جا بشم بیام پایین. اونا گفت این خونه از خونه شما گرونترم هستش و اینا. گفتم اوکی. رفتم شب با سن صحبت کردم، گفتم که این تقریبا 200 لیر از خونه ما گرونتره. سن گفتش که اگر دلتو برده اساس کشی کنیم پایین، و ما اساس کشی کردیم رفتیم تو اون خونه جدید. و اون خونه اتفاق خیلی خوبی برام افتاد، تقریبا بعد یک سال و نیم مامانم خوب و بد. البته خوب و بد. آره اولش خوب بود ولی وسطاش خیلی اتفاق خیلی بدی برامون افتاد که اونم قراره براتون تعریف کنیم. یکی از اتفاقای خوبی که اونجا افتاد این بود که مامانم بعد از یک سال و نیم اومد ترکیه با حالا خواهرام و اینا، اومدن اونجا همگر رو دیدیم و مامانم اولین بار بود که سهن رو دید و از سهن خیلی خوشش اومد. اصلا هر کی منو میبینه خوشش میاد. و اونجا بود که من هیچ وقت به خانوادم نگفته بودم، یعنی حتی به خواهرام نگفته بودم که سهن از من خواستگاری کرده و قراره یه روزی ازدواج کنیم، چون خودم دوست داشتم سهن رو بیشتر بشناسم. ولی اونجا که مامانم اومد گفتش که سهن خیلی پسر خوبیه و اینا، خیلی خوشم اومد ازش و خیالم دیگه خیلی راحت از اینکه تو داری با این آدم زندگی می‌کنی. اونجا بهش گفتم که سهند از من خواستگاری کرده و قراره که مثلا
حالا بیایم ایران رو ازدواج کنیم، که مامانم اونجا گفت از نظر من هیچ مشکلی نداره، من اوکیم با این قضیه. که دیگه برش مامانینا برگشتن و بعد از برگشتن مامانینا تقریبا میتونم بگم فیکس یک هفته بعدش، تقریبا نه فیکس یک هفته بعدش، اتفاقی که نباید میافتاد برام افتاد. اون اتفاق هم بذاریم برای قسمت بعدی که خیلی زود برمیگردیم پیشتون. بچه ها خیلی ها گفتن که چرا ویدیوهاتون تایمش کوتاه‌تر شده. ویدیوهای ما تایمش کوتاه‌تر نشده، تا بخواید ما تا فردا صبح میتونیم براتون حرف بزنیم، ولی از حوصله خیلی ها خارج هستش و خب به طب این هم به ضرر کانال ما و ویدیوهای ما هستش که ویدیوهای طولانی تر تولید کنیم و خیلی ها حوصله‌شون نکشه که اینها رو ببینن. به خاطر همین سعی میکنیم توی اپیزودهای کوتاه‌تر براتون تعریف کنیم، ولی تون تون بیایم پیشتون. مرسی که همراه ما بودین، ممنونیم که باز هم با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از کانال خودتون حمایت میکنیم. مواظب خودتون باشین.